از پی ازدار با نبرد با قبر من حال به آرمان اهور مزدا رسیده ای چهره ی تاریخ تو زنده از ستیز تو چشمه ی شنوندگان عزیز، شنوندگان عزیز به شما درود میفرستم. امیدوارم که خوب باشید و آماده این که به بحث‌های خودمون، بحث‌هایی که همیشه به هر حال به نوعی جدی هست و بپردازیم و به همون سوال چه باید کرده همیشگی به هر حال بالا پایینش رو نگاه کنیم و ببینیم شاید در پس این نگاه کردن‌ها، ارزیابی‌ها بشه به هر حال پاسخ‌هایی هم براش پیدا کرد و در رابطه با اون پاسخ‌ها یک نقشای عملی هم ما بتونیم هر کدوممون به عهده بگیریم. همچنین که شاهد و ناظرش هستید با توجه به اخباری که از داخل و خارج میرسه، به فرم‌های مختلف هم به گوش شما میرسه، رژیم اسلامی چه در داخل ایران چه در برون مرز ایران با بن‌بست مواجه هست. بن‌بست‌های داخلی به علت مسائل شدید اقتصادی هست که به هر حال دامنگیر شده، پاسخی برای ایجاد حداقل امکاناتی که بتونه یک بخش‌هایی رو لااقل راضی نگه داره رو براش وجود نداره. در کنار این اقشار و طبقات مختلف بهش نه میگن. این نه نهای ایدئولوژیک هست، نهای ناشی از خواستار آزادی و دموکراسی بودن، چیزهایی که منافات داره کاملا با اون چیزی که این رژیم حاکم بر مملکت ما باش آشناس، سر سازگاری داره و یا ایدئولوژی و منافعش اجازه میده که به اینها برخورد کنه و یا تغییراتی درش ایجاد بده. در خارج کشور هم بن‌بست ایجاد ارتباط با کشورها و دولتها و یا بهتر بگم کمپانی‌های خارج کماکان وجود داره، سالهاست وجود داره. مسئله اتمی در بخشی از این هست، در صدر اینها هست، جزء شروطی هست که خارج کشور دولت‌های غربی برای این رژیم گذاشتن. و در کنارش همونطوری که حالا بیشتر بهش اشاره خواهم کرد، این بن‌بست برون مرز رو یه مقدار زیادیش هم ناشی از شرایطی هست که رژیم اسلامی برای ایجاد ارتباط و مراوده با دولت‌های خارجی و کمپانی‌های خارجی گذاشته و دعوا بر سر هر دو تا اینا هست. یکیش یه بخشش مسئله اتمیش خیلی عنوان میشه، منطقه مسائل دیگه، مسائل شرط های رژیم اسلامی آنچنان اینجا در رسانه ها و به حال بخش های مختلف مطرح نمیشه، اما من فکر میکنم از قسمت های مهم و کارساز است. این بن‌بست ها هموطنان به خودی خودش رژیم اسلامی رو متلاشی نمیکنه و از پا نمیاندازه. علتش هم مشخص است. بن‌بستی که نافرمانی مدنی به عنوان مثال در داخل ایران ایجاد کرده، نگفتن‌های مردم ایجاد کرده، اگر در چارچوب یک تشکیلات و دستگاه و فرمی که هدایتش، رهبریش به دست آزادی‌خواهان سکولار باشه نیفته، در اون چارچوب نباشه، منجر به این که این سیستم رو بر بیاندازه و یک سیستم دموکراتیک سکولار جاش بگذاره به اون نخواهد انجامید. میشه نشست رو آرزو کرد و به انتظار معجزه و حضور و نزول فردی و رهبری غیره اینها نشست، اما عملا متاسفانه به نظر میرسه که یک همچین حالتی وجود نداره. یعنی اون بخش آزادخواهان سکولار که رژیم اسلامی رو در کلیت خودش نمیخواد و نمیخواد رضایت بده به تغییرات ظاهری اینجا و اونجا، اون هنوز نتونسته مهر خودش رو کاملا بر جنبش داخل ایران به گمان من، به باور من و بر اساس به حال دیده ها و شنیده ها و آنچه که داره اتفاق میفته بزنه. به همین علت هم هست که هفته قبل هم گفتم
در بحبوحه دورانی که در خاورمیانه این اتفاقات میفته، مملکت ما که مردمش سردمداره به حال ایجاد یک همچین مقاومت هایی بودن و نبرد هایی بودن، آنچنان حرکات سازمان یافته‌ای درشون دیده نمیشه. اما روزی نیست هموطنان که نگاه بکنید و نبینید که رژیم اسلامی به این بخش، به اون بخش، به زنان، به کودکان، نویسندگان، شعرا، غیره و غیره، هر کدومی که میبینن پاشونو دارن از اون منطقه فردی بیرون میگذارن و یک عده‌ای رو به خودشون جلب میکنن، برخورد به اینها رو بتونه کنار بگذاره. با آزار، شکنجه، قتل، اعدام با اینها برخورد میکنه، برای اینکه وحشت داره. وحشت از همون چیزی که الان شاید به اون فرم دقیق مشخصش که من دارم میگم وجود نداشته باشه، اما وحشت از اینکه این کارها، این نگفتنها گسترش پیدا بکنه و سازمان یافته بشه. در حدی که به عنوان مثال یک روز باشه که اعلام بشه میلیون ها زن فرزند بدون حجاب بیان بیرون، اون روزی هست که این رژیم اسلامی به عنوان مثال کمرش شکسته است. و یا اینکه اعتراضات و تظاهرات و غیره اینها، این مسئله شعارهای نمونم مذهبی و الله اکبر و حسین و غیره اینها، یا حسین و یا حسن، اینها توش واقعا رنگ بسیار بسیار کمی پیدا بکنه و قسمت های برجسته تر نشون بده که رهبری دست بخش های واقعا آزادی خواه و دموکرات جامعه ما هست. منتها اینها چیزهای مسائلی هست که خب حالا از دور میشه دید، میشه به حال فقط بیان کرد یه واقعیت تلخی رو که اونجا میبینیم. منتها از دور ما دستی بر آتش داریم، بسیاری از واقعا بدبختی های اونجا رو نمیبینیم، اما استیصال رو میشه دید هموطنان. من میدونم این حرف رو خیلی ها خودشون نمیاد، به خصوص داخل ایران، رزمندگان ما، اون کسانی که جانشون رو بر سر دست گذاشتن، اما بسیاری از حرکت هایی که در داخل ایران هم صورت میگیره از طرف همین از جان گذشتگان فرم استیصال داره. از فرط استیصال و ناچاری هست که دست به این میزنن، اعتصاب و قضاهای مختلف، چیزایی که منجر به از دست دادن جان ها میشه، اما اون نتایج جایی رو که باید به دست بیاره نمیاره، برای اینکه در چارچوب یک برنامه و فرم از پیش به حال تعیین شده نیست. و اینها این بن‌بست رو به این فرم متاسفانه نمیتونه بشکنه و من خودم باهاش به حال آنچنان با دید مثبت بهش نگاه نمیکنم، اگرچه به هر فرم و به هر شکلی کسانی رو که اونجا با این سیستم نمیگن تحسین میکنم، تحسین بسیار میکنم و افتخار هم میکنم به وجودشون که تا این چنین انسانهایی هستن رژیم اسلامی اونجا به حال روز و شب راحتی رو نخواهد داشت. منتها بحث از این تعارفات و حرفای احساساتی باید بیرون بیاد، گذر از این که چه بکنیم که این بن‌بست‌ها یه مقداری محکمتر بشه، از بین نره و سرانجام منجر به فروپاشی این رژیم بشه. بیشتر برمیگرده به اینکه ما باز در خارج کشور چه میکنیم و چه باید بکنیم. بن‌بست خارج کشور هموطنان یه بخشیش، یعنی هیچ کدومش رو ما کنترل الان روش نداریم. بن‌بست هایی که برای رژیم اسلامی ایجاد شده به علت فعالیت های اتمیش هست، بسیاری هم این بن‌بست ها روز به روز داره تقویت میشه با ایجاد تحریم های این چنینی اینجا و آنجا و غیره اینها، اما به هیچ عنوان ما ایرانی ها نقشی در ایجادش نداریم، نداشتیم. به همین دلیل هم هر لحظه که رژیم اسلامی به اینها بلهی بگه در جهت ارضای خواستای اینها برای مسائل اتمیش، این فشارها و بن‌بست‌ها، این بن‌بست برداشته میشه. منتها نکته‌ای که باید توجه داشت این هست که بن‌بست‌هایی که وجود داره برای ایجاد ارتباط کامل بین دنیای غرب و این سیستم، کمپانی‌های سودجو و این رژیم حاکم بر ایران، تنها وابسته به شرط قبول شرط اتمی از طرف رژیم اسلامی نیست. من اینو گفتم و نوشتم و به هر حال باز همینجا میگم، بر اساس اسناد مدارک بسیاری که از همین نوشته ها مگه به سایت ما مراجعه بکنید اونجا هست، رژیم اسلامی در شرایط مختلف به فرم های مختلف
بیان کرده خواستهای خودش رو، که اگر باز به طور خلاصه بخوام همجوری براتون بگم، برداشته شدن از لیست تروریست‌ها در صدرش است، عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO در جزء شرایطش است، قبول و پذیرش از جامعه جهانی برای اینکه از بام‌های بیشتری از بانک جهانی بتونه برخوردار بشه جزء این شرایط است. مسئله این که در هر تصمیمی در خاورمیانه گرفته میشه به حال نقشی داشته باشه رژیم اسلامی در اون، در بازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های بر سر خاورمیانه نقش اساسی رو بازی بکنه، این هست جزء شرایطش. و برخورد به مخالفینش، اپوزیسیون رژیم اسلامی، و به خصوص اینه که سران مجاهدین رو به ایران برگردونن، همیشه جزو این شرایطش بوده، نوشته شده، مکتوب اینا هستن. در رابطه با همین شرایط هست و تحقق اینها که این لابیگران رژیم به وجود اومدن و فعالیت میکنن هموطنان، برای اینکه تا جایی که میشه اولا طولانی کنن این مسئله مذاکره بر سر شرایط اتمی رو که بالاخره یا این رژیم بهش دست بیابه یا اینکه حداقل اون شرایط دیگرش به نتیجه برسه، و همچنین تلاش مشخص برای به سرانجام رسیدن اون شرطهایی رو که رژیم اسلامی میخواد. اینها به دنبال نهایت و بهترین وضعش، این لابیگران، بخش‌های به اصطلاح اصلاح طلب رژیم، یک ظاهر متفاوت‌تر رو مناسب‌تر شاید بدونن برای اینکه این منافع اونها رو و منافع بخش‌های حاکم بر مملکت ما رو تأمین بکنه. و از همین رو هم هست که این چهره‌ها رو همیشه حمایت کردن، خاتمی‌ها، موسوی‌ها، غیر و غیره. من فکر می‌کنم دیگه امروز این چهره‌ها باید شناخته شده باشن، اما ما با تغییر چهره‌ها بعضی موقع ماهیت کلی این نوع حرکت‌ها رو فراموش می‌کنیم. سال‌ها دل به خاتمی بسته میشه در داخل و خارج کشور، منتها وقتی که این کنار میره یه چهره کمی متفاوت‌تر امروز که اگر واقعاً بهش نگاه بکنید به عنوان موسوی، کارنامه‌اش اگه نگاه بکنیم واقعاً شاید زشت‌تر از خاتمی هم باشه، وقت می‌بینید یه سری دلبستگی‌هایی با اون و نمیدونم جنبش سبز و غیره و اینها که از اون بخشایش که این برش حاکم هست وجود میاد. به همین دلیل شاید بد نیست نگاه بکنید که این تیپ آدم‌ها امروز در این شرایط چه میگن. خاتمی در این دو سه ماه گذشته ماهیت خودش رو، ماهیت بخش اصلاح طلب رو، ماهیت این بخش‌هایی رو که ضروری عاقل‌ترن و تغییراتی رو در درون رژیم اسلامی لازم میدونن برای اینکه پا بر جا بمونه، به بهترین وجه بیان میکنه این آدم. بذارید براتون نقل قول‌هایش رو، یکی دو تا نقل قول‌هایش رو در یک بخشی که ازش اخیراً چاپ شده رو برای شما بخونم، تا به خصوص داخل ایران یک بار و برای همیشه از بخش‌های وابسته به رژیم